بسیار به شما و درود بسیار به بینندگان گرامی. آقای خلیلی، قده سرطانی خاورمیانه کیست؟ علی خامنه‌ای معتقد اسرائیل. از به نظر من قده سرطانی اگر در مورد کشورها و ملتها صحبت میکنیم واقعا وجود نداره. به هر حال یک ملتهایی در این پهنه طبیعت، یعنی پهنه گیتی، دارن زندگی میکنن و هیچ کدومشون قده سرطانی نیستن. انسان اصولا حق داره هر جایی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر زندگی بکنه، هر جایی دلش میخواد توتن بکنه. و قده سرطانی، اگر بخوایم واقعیتش اینه که قده سرطانی مثلا میتونیم بگیم تقسیماتی که انگلستان پس از پایان جنگ جهانی اول در کشورهای خاورمیانه به وجود آورد یا در امپراتوری عثمانی به وجود آورد، فی الواقع غلط بود و این تقسیمات، یعنی ممکن بود به نفع بهره برداری خودشون باشه، ولی برای ملت هایی که در آینده می بایستیم بر این پهنه زندگی بکنن خوشایند نبود. ولی در این که اسرائیل یک کشور باستانی، یک کشوری با تمدن بیش از 3300 سال مکتوب، به اضافه هزاران هزار اثر تاریخی که در اونجا وجود داره، تردیدی نیست که اسرائیل یک کشوری است بالقوه صحیح در اونجا. من اینو دلم میخواد که حتما بگم اینجا تو این برنامه، که باید یادآوری کنم که یادمون باشه اعراب عربستانی یا در حقیقت مسلمانان عرب بعد از محمد پیامبر و ابوبکر در دوران خلیفه دوم عمر به بقیه جهان باستان اون روز، جهان متمدن باستان اون روز حمله کردند، دو منطقه ای رو که گرفتن، یکی منطقه ایرانه، یکی سرزمین ایرانه و یکی هم سرزمین یهوده. سرزمین ایران رو به مدت 700 سال داشتند و برش سیطره داشتند تا اینکه هولاکو خان مغول میاد، این خلافت عباسی رو منقرض میکنه، و سرزمین یهود رو هم به جای اینکه مثل کوروش بزرگ وقتی آمد و اسرای یهودی رو از بابل نجات داد، بهشون گفت که برید مملکت خودتون رو بسازید، مملکت خودتون مال خودتون باشه، و پشتیبانی کرد از ملت‌های کوچکی که در اون مناطق زندگی می‌کردن. اگر عمر هم همین کاری کرده بود، یعنی کشور باستانی یهود که اون موقع زیر سیطره امپراتوری روم بود و امپراتوری روم رو شکست داد، به جای اینکه بیاد مسجد عمر بسازه و مسجد الاقصی بسازن و اینا بیان یک تریتوری کس دیگر رو و یک منطقه کس دیگر رو بیان اشغال بکنن، به دست خود یهودی ها میسپردن، ما یه همچین مشکلات و ماجراهایی در طول تاریخ نداشتیم. ولی به هر حال تاریخ که نمیشه برگردون، این است که اعراب و اون اعرابی که اون موقع، اون مسلمانان عربی که اون موقع رفتن و این سرزمین ها رو اشغال کردن، این سرزمین ها رو به خودشون متعلق کردن. خوشبختانه ایرانی ها یک شانس بزرگی که آوردن شاید این هولاکو خان مغول بود که خلافت عباسی رو منقرض کرد. ولی اگر شما توی همین مدارک حتی جدید در دوران سازمان ملل متحد نگاه بکنید، وقتی در 1948 نماینده دلیگیشن، یعنی هیئت عرب که اومده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت میکنه، به وضوح میگوید که ایران و اسپانیا رو ما اشتباه کردیم، از دست دادیم. یعنی اونا اصلا معتقد نیستن که ایران یک کشوری با حاکمیت ملی خودش، آدمایی هستن که اصلا ربطی به عرب ندارن، یعنی که بدن عرب، این صحبت نیست، ولی به هر حال یک ملتی در این گوشه، در این سرزمین زندگی میکنه که این ایرانی صاحب آثار و صاحب، برعکس تمام این مورخین جمهوری اسلامی، صاحب کلی چیزهای فرهنگی متعددی قبل از اسلام، قبل از آمدن اسلام، ایرانی ها همجور آدم های غیر متمدن وحشی بربر که نبودن، که اینا اومده بودن و یک موقعی بر جهان اون موقع حکومت میکردن، یک از خودشون آثار فوق‌العاده باقی گذاشتن، امپراتوری های بزرگ اون زمان رو شکست دادن، امپراتوری بابل رو شکست دادن، امپراتوری لیدیه رو شکست دادن، امپراتوری روم رو بارها و بارها شکست دادن، یونانی ها رو شکست دادن. البته ما هم شکست خوردیم، ایران هم شکست خورده، ولی دارم میگم که یک امپراتوری با داشتن چیزهای مثبت، نکات مثبت و چیزهای منفی. به هر حال اسرائیل یک کشوری است نزاده شده امروز، کشوری است برای ملتی که، قومی که پراکنده شد و
برگشت به خونه و به خونه آبا اجدادی خودش، مزاحم کسی هم نبوده، این همسایگانش بودن که مزاحمت ایجاد کردن و نمیخوان که یک همچی کشوری در اونجا زندگی بکنه، در حالی که کشورهای مسلمان یه چیزی حدود 32 کشور 33 56 کشور مسلمان بیش از یک پنجم خاک کره زمین رو اشغال کردن، از 150 میلیون کیلومتر مربع وسعت بیش از 30 میلیون کیلومتر مربع در اختیار ملت‌های مسلمانی که حدود 56 کشور تشکیل میدن. فکر نمی‌کنم که 6 دهزارم این مجموعه خاک به کسی آسیبی برسونه که اسمش رو بذارن قده سرطانی. حالا آقای خلیلی، اگر از چارچوب ملت‌ها و حکومت‌های قانونی بیایم بیرون، ادبیات علی خامنه ای رو نداشته باشیم، بیاییم و به فضای فعالیت گروه ها و نهله های فکری در منطقه نگاه کنیم، من اعتقاد دارم که امروز واقعا داعش قده سرطانی است، کسی که آدم ها رو میکشه، کسی که امنیت جهان رو به خطر میندازه. حالا با یک تفاوت که داعش اینا رو فیلم میگیره منتشر میکنه، حزب الله لبنان فیلم نمیگیره منتشر کنه، ولی دست کمی از همین کارها رو اینها نکردن، ارتشی را بندازن و چنین کنن و سعی کنن حتی سیاسیون کشور خودشون رو مرعوب نگه دارن. ما شاهد درگیری های جنبش عمل و حزب الله بودیم، شاهد درگیری های دهه 1980 در کشور لبنان بودیم، جنگ های داخلی 15 ساله این کشور رو به یاد میاریم، چگونه مارونی ها، دروزی ها، عملی ها و گروه های مختلف با هم جنگیدند و خیابان های مختلف کشوری مانند لبنان و شهرهایی مانند بیروت، سور، سیدا، رأس الأحمر و همه اینها رو تبدیل کردن به محلی برای بیبلوس، یا دیگر شهرها رو تبدیل کردن به محلی برای تصفیه حساب‌های سیاسی و جناحی و کشتن آدم‌های بیگناه. اگر از این منظر نگاه کنیم، آیا میشه گفتش که نوعی ایدئولوژی گرایی رادیکال، نوعی ایدئولوژی گرایی تندروانه در این منطقه سال‌هاست که داره تبلیغ میشه، سالهاست که داره پشتیبانی میشه و متاسفانه رهبران امروز تهران هم اتوماتیکلی آمدن پشت یکی از تندترین این ایدئولوژی ها وایسادن؟ ببینید، اول ساختار لبنان رو نگاه کنیم، ساختار جمعیتیش رو نگاه کنیم. ساختار جمعیتی لبنان تا اونجا که میدونم یه چیز حدود 54-55 درصد مسلمانه، یه چیز حدود 40 درصد مسیحیه و بقیهش هم مذاهب دیگه است. خب اگه به این جامعه نگاه بکنیم، اون وقت مسلمانانش دو بخشن، 26-27 درصدش سنی هستن، تقریبا 26-27 درصد هم شیعه هستن، یعنی دو تا جمعیت مساوی. بنابراین هر کدوم از این ملت ها، قوم ها با این مذهب مختلفی که دارن صاحب یه حق و حقوقی در لبنان خودشون رو حس میکنن. به همین دلیل قدرت رو در لبنان از روز اول به این ترتیب تقسیم کردن که رئیس جمهور مسیحی خواهد بود، به دلیل اینکه حدود بیش از 40 درصد از جمعیت مسیحیه، 27 درصد که سنیه نخست وزیر رو تشکیل میده و 27 درصد بقیه هم کشیه هستن رئیس مجلس رو انتخاب میکنه. در نتیجه یک موازنه قدرت در لبنان به وجود آوردن که این قوم ها بتونن با همدیگه چیکار کنن، یا این مذاهب مختلف بتونن با همدیگه سازگاری بکنن و سازش بکنن. به نظر من به هر حال برای یک کشور چند مذهبی یک همچین توازنی لازمه. خب حالا شما حساب کنید، من یک مثالیش دارم میخواد بزنم خیلی اهمیت داره، و اون این که فرض کنید که کوبا با آمریکا در گرفتاری 50 ساله بودن، یعنی از 1959 که فیدل کاسترو بر علیه باتیستا انقلاب میکنه و کشور کوبا رو یک کشور در حقیقت کمونیستی و چپی میکنه، فرض کنیم که کوبا که با آمریکا در اختلافه و امریکایی هم تحریم بر علیه کوبا ایجاد کردن و اینا، بیاد و اسلحه و مهمات بذاره در اختیار مکزیک همسایه امریکا. حدود 2500 کیلومتر فاصله بین کوبا و مکزیک، و بیاد از عناصری در مکزیک پشتیبانی بکنه که این عناصر بخوان در داخل امریکا بلوا بپا کنن یا آشوب بپا کنن، یا اینکه از مکزیک به طرف امریکا شلیک بکنن، موشک بفرستن، از این چیزا.
عکس العمل کشوری مثل امریکا در این زمینه چه خواهد بود؟ حالا شما حساب کنید بین ایران و اسرائیل یک فاصله یه چیز حدود 1500-600 کیلومتری هست، حدوداً 2000 کیلومتر این فاصله از البته فاصله خط راست رو میگم، فاصله هوایی طبیعتاً با اینکه باید از کشورهای مختلف بگذره تا بتونه بیشتر خواهد بود و 1500-600 کیلومتر هم فاصله بین ایران و لبنان، ایران بیاد اسلحه بده به یک گروهی که داره میده، این گروه رو تجهیز بکنه، موشک و همه چیزها رو در اختیارش قرار بده که دو تا کار بکنه، یکی این که استابیلیزیشن لبنان رو به هم بزنه، یعنی شرایطی که در امریکا وجود داره به هم بزنه، در لبنان وجود داره به هم بزنه، و هم این که علیه اسرائیل وارد جنگ بشه یا اصولا خشونت به خرج بده و معاهدات مرزی و اینا رو نقض کنه. خب هیچ کشوری فکر نمی کنم، همچنان که گفتیم امریکا اجازه نمیده به نیروهایی که کوبایی ها اومدن در مکزیک به وجود آوردن، تجهیزشون کردن، آموزششون دادن، امریکا اجازه بده که اینا بیان یه همچکاری رو در امریکا انجام بدن. به همین ترتیب هم هست، اسرائیل اجازه نخواهد داد که همچی اتفاقی بیفته. کمان این که اگر بخوایم در مورد ایران هم آقای خیلی مثال بزنیم، در تصدیق فرمایش شما مثلا نگاه کنید که مثلا کمپ اشرف که نیروهای وابسته به سازمان مجاهدین خلق یا گروه‌های وابسته به اونها در اونجا حضور دارن، جمهوری اسلامی در 10 سال 15 سال گذشته به بهانه‌های مختلف، مثلا حالا این گروه برای مدت‌های طولانی در محاق تحریم‌هایی بود که گروه تروریستی خونده می‌شد، سعی می‌کرد اقدامات تروریستی نکنه، ولی به بهانه‌های مختلف که اینها چنین می‌کنن چرا می‌کنن، 10 ها بار مشاهده این هستیم که اعلام شده نیروها و جنگنده‌های جمهوری اسلامی از پایگاه‌های نظامی در ایران پرواز کردن، رفتن اینجا رو بمباران کردن، کشتار کردن، چه در کمپ اشرف، چه حالا که بعد منتقلشون کردن به کمپی در جنوب ایران به لیبرتی، در این کارو خود جمهوری اسلامی کرده، بارها و بارها بر علیه مخالفینش اقدام کرده به انجام چنین حملات سرکوبگرانه و پررنگی. در مورد کردها همینطوره، ترکیه در مقابل گروه‌های کرد در شمال سوریه و عراق بارها حریم هوایی این دو کشور رو نقض کرده. صحبت من متعلق به الان که وضعیت سوریه به هم ریخته است یا وضعیت عراق به هم ریخته است نیست، صحبت من برمیگرده به قبل از ظهور داعش و اینکه دولت‌های مقتدرتری در این کشورها سر کار بودن. حملات خود جمهوری اسلامی، یعنی همون چیزی که امروز داره ایراد میگیره به موشک پراکنی‌ها، به پاسخ اسرائیل به موشک پراکنی‌ها، در رفتار خودش به مراتب خشن‌تر و بی‌دلیل‌تر جلوه کرده دیگه. درست در زمینه کاملا درسته. ببینید و الان یک چیز دیگری هم به وجود اومده، حزب الله دو تا اثر داشته از موقعی که از شروع به وجود آمدنش بود، در سال‌های 81 و 82 دو تا کار انجام میداده، یکی به هم زدن آرامش در خود لبنانه برای اینکه قدرتش رو تثبیت بکنه، برای اینکه نشون بده که صاحب قدرت، صاحب اسلحه هست و کسی نمیتونه اونو از میدان به در بکنه، یکی هم برای اینکه در اسرائیل تشنج ایجاد کنه. درست. این دوتا رو داشته، ولی یک شخصیت سوم گرفته الان حزب الله، با توجه به بحران سوریه و شرایطی که ملت سوریه قیام کرده بر علیه دیکتاتوری بشار اسد، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از بشار اسد طرفداری میکنه و حمایت میکنه، حزب الله به عنوان بازوی جمهوری اسلامی الان در سوریه چیه؟ دخالت میکنه. و این در سوریه دخالت کردنش کشورهای دیگر عربی رو وادار کرده که با مقابله شیعه و سنی با یه نگاه دیگه اصلا به حزب الله نگاه بکنه. تا اون موقعی که حزب الله یه مسئله داخلی لبنان بود و یه مسئله بر علیه اسرائیل، کشورهای مثل عربستان و اینا هیچ گونه دخالتی نمی‌کردن. ولی چی میگن آل سعود آل یهود؟ هی میگن که مثلا سعودی‌ها با یهودی‌ها روابط خوبی دارن. آخه چه روابطی؟ شما هیچ میدونید که شما در کشور عربستان، در داخل مرزهای عربستان هیچ کس یهودی حق نداره پا بذاره. جدی؟ بله. پس این همه تبلیغاتی که میگن آل سعود آل یهود، پس چرا اینا سعی میکنن که منفور بودن آل سعود برای مردم ایران که حالا به صورت تبلیغاتی درست میکنن به
اسرائیل، به یهودیان، به جامعه یهودیان جهان پیوند بزنه. چون میدونید که اصلا سفیر، من تصور میکنم سفیر امریکا بود یک بار، از یکی از یهودیان انتخاب شده بود، یهودیان آمریکایی، و عربستان نپذیرفت استوارنامه این سفیر رو و مجبور شد سفیر عوض بشه. پس هیچ گونه روابط حسنه‌ای بین اسرائیل و عربستان سعودی در این حد دیگه میگن آل سعود آل یهود وجود نداره. نه این اصلا، یعنی اینم یکی از همون دروغ‌ها و تحریف‌هایی که جمهوری اسلامی داره در اخبار و در شعار به خورد مردم. بله متاسفانه جمهوری اسلامی هر چیزی رو استفاده میکنه، هر دروغی رو و هر تقیه‌ای رو استفاده میکنه برای اینکه ملت ما رو تخریب کنه، دروغ بهش بگه و ملت ما رو تحمیق بکنه. البته به نظرم تحمیق نمیشه، ولی اینا دارن سعیشون رو میکنن که تحمیق کنن. چنانچه ملت ایران در اولین لحظه‌ای که تونست و قدرت اینو داشت که صداشو بلند کنه، بلافاصله خودجوش، اونم نه توسط رهبران، اونم نه توسط سیستم حزبی، بلکه خودجوش اومدن تو خیابون و گفتن که ما نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. این کاملا حقیقتیه که در مورد ایرانی ها وجود داره، اینا هم نمیتونن کتمانش کنن. بازوهای دیگری از طرفداران جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم، بله، حتی خود اصلاح طلبان اومدن از گفتن هم غزه هم لبنان هم آقای اشکری، بله اینا متاسفانه، ولی این یه واقعیتی که ایرانی ها تکلیف خودشون، یعنی ملت ایران تکلیف خودشون روشن کرده، برای اینکه ملت ایران میداند که اسرائیل دشمنی با ایران و ایرانی نداشته و نداره. خب چه به چه مناسبت با فاصله یه چیزی حدود 1700 کیلومتر فاصله بین اسرائیل و ایران، مطامع ارضی که نداره. بعدش هم باید یادمون باشه که به هر حال این اعراب بودن که حضور اسرائیل رو در اون منطقه به رسمیت نشناختن، و این اعراب بودن که به اسرائیل حمله کردند، و همون اعراب هستند که به ایران حمله کردند. یعنی ایران و اسرائیل به هر حال مشترکاً جزء کشورهایی هستند که اعرابشون حمله کردند در زمانهای مختلف. حالا این نکته که اشاره میکنید آقای خلیلی بسیار نکته مهم و با ارزشیه. من میخوام این رو برگردم به بخش از صحبتهای خود حسن نصرالله. میدونید که جامعه عرب در کل جهان نگاه مثبتی به جامعه ایرانی نداره، مردم ایرانی رو اونگونه که باید محبوب و مورد احترام قرار نمیده. انتقاداتی به حزب الله میشه در یه دوره زمانی، فکر میکنم در حوالی سالهای 2005 تا 2007، و حسن نصرالله در یک سخنرانی در همون زمان اعلام میکنه که این که میگویند ایران 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 و شما هی از من ایراد میگیرید که با ایران در همکاریم، ایران امروز در سرپرستی یک عرب داره اداره میشه، ایران یک نامه و تمام این کشور در اختیار یکی از فرزندان و نوادگان پیامبر اسلامه، پیامبر ماست، او هم نسل ماست، هم جنس ماست، و این کشور در اختیار ما اعرابه و از منافعش، منابعش، همه چیزش برای عزت اسلام و عزت ما اعراب داره استفاده میشه، و اشاره مستقیم میکنه به عرب تبار بودن علی خامنه ای. از این سمت در ایران مقامات جمهوری اسلامی همواره میکوشند که مثلا آقای حسن نصرالله رو شیفته و واله علی خامنه ای در مقام رهبر جمهوری اسلامی ایران نشون بدن. این تضاد رو آقای خیلی چگونه ببینید؟ چرا اونها اون سمت دارن اون گونه رفتار میکنن، اینها این سمت این گونه؟ اونها علی خامنه ای رو، البته اونها راست میگن، یعنی به نظر من حسن نصرالله راستگوتر از علی خامنه ای و اذنابش هست. شما اینطور فکر نمیکنید؟ خب به هر حال حسن نصرالله برای اینکه خودش رو جلوی اعراب نشون بده که با ایرانی ها مشتی موالی، مشتی نوکر اعراب، اینا اینجوری نگاه میکنن به ایرانی ها، یه واقعیته. این ننگاور نیست برای من و شما و برای 70 میلیون ایرانی، برای حتی همون سفیر ایران در لبنان، اونم بالاخره یه ایرانیه با پاسپورت ایرانی داره به این ور اونور دنیا سفر میکنه، این نگاه ننگاور نیست آقای خیلی؟ البته پاسپورت جمهوری اسلامی ها، پاسپورت ایرانی متاسفانه این دوتا متفاوته با هم دیگه، واقعا ننگاوره. خب آقا ما یک شرایطی داریم که رئیس جمهور ما آقای احمدی نژاد میشینه زیر یک لوگوی یا یه زیر آرمی که نوشته خلیج عربی، و هیچ گونه براش اهمیت نداره که زیر اون آرمی بشینه که اونجا گفتن خلیج عربی، فقط برای اینکه خودشو نمایش بده و خودشو بگه که من هم با شما هستم و اینا. حاکمیت ملی ایران بر خلیج فارس رو نگاه درستی بهش نداره. حسن نصرالله اگر تاریخ زندگیش رو نگاه بکنیم، یک آخوندیه که
ابتدا میره به نجف و بعدا میره به قم و از دست خمینی مسئولیت جمع‌آوری سهم امام رو در لبنان به عهده میگیره. ما یه چیز رو باید یادمون باشه، آقای دکتر نوری علا یه کتابی داره به نام دینکاران امامی که اگه با دقت کسی دوستان بخونند بسیار کتاب خوبیه و اونم اینه که نشون میده که در دوران صفویه اینا آخوند شیعه کم داشتن و برای اینکه بتونن آخوند شیعه پرورش بدن، آخوند شیعه از جبل عامل لبنان وارد ایران کردن که اینا بتونن اون چیزی رو که لازمه به طرفداران و حواریون این سیستم ایدئولوژیک تدریس بکنن. و این یک اتحاد نانوشته‌ای بین لبنان، جبل عامل لبنان و حوزه های علمیه در ایران، حوزه علمیه در ایران است. و به محض اینکه اینا به قدرت رسیدن، یعنی جمهوری اسلامی در ایران به قدرت رسید، در حقیقت اومد چیکار کرد؟ اومد این آخوندهای شیعه در لبنان رو مورد پشتیبانی مالی، پشتیبانی لوجستیکی قرار داد و به همین دلیل که شما می‌بینید که حزب الله لبنان به وجود میاد در برابر عمل، در یعنی جنبش عمل حزب الله به وجود میاد بلافاصله بعد از به وجود آمدن و استقرار جمهوری اسلامی. و حزب الله الان حرف اول رو در بین شیعیان در حالی حالا خود همون جنبش عمل اتوماتیکلی از گردونه رقابت‌های سیاسی در لبنان حذف شد. گروه میانه رویی که میکوشید امنیت بیشتر، البته خود اونها متهم به نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی بودند، اما نه به این اندازه که حزب الله لبنان حالا به یک ارتش تبدیل شده. درسته؟ بله. و البته میگم باید توجه کنید که حزب الله تا دیروز و پریروز فقط توسط آمریکایی‌ها و احیانا اروپایی‌ها و اسرائیلی‌ها مورد تحریم و مورد یعنی در حالت دفاعی قرار داشتن در برابر حزب الله. الان کشورهای عربی، حوزه کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی میبینن که حزب الله در تخاصم جدی با نیروهای به نظر من محافظه‌کار و نیروهای غیر رادیکالی هستند که در منطقه وجود دارن. یعنی اگر بپذیریم که عربستان کشوری است که دنبال این دعوا و دنبال به وجود آوردن شرایط بحرانی در کشورهای مختلف نیست و اینو در طول دهه ها نشون داده، شما اگر برید به تاریخ نگاه بکنید و اگر میبینید که عربستان مجبور در یمن دخالت بکنه فقط به خاطر اینه که فی الواقع اون شرایطی رو که به وجود اومده یک شرایطی میبینه که جمهوری اسلامی داره بست قدرت میکنه و بحران آفری میکنه در یمن، بنابراین اینا مجبورن که مداخله بکنن. یا اینکه فرض کنید شرایطی که در بحرین به وجود اومده. باید البته اینم جدا بکنیم از این مسئله که حداقل این تریبون طرفداری از اعراب عربستان یا اعراب کشورهای دیگه نمیکنه، ولی ما به هر حال در جهانی زندگی میکنیم که دنبال این هستیم که دوست برای خودمون پیدا کنیم، نه اینکه دشمن برای خودمون ایجاد بکنیم. یعنی اینطوری نباید باشه که الان که به هر حال ملت ایران از این جریان تحریم ها جدا شده و تجار ایرانی میتونن با جهان معامله داشته باشن، الان نوبت عربستان و کشورهای عربی شده که جمهوری اسلامی رو تحریم بکنن و ملت ایران رو چیکار کنن؟ تحریم کنن، تحریم بکنن و مورد تحریم قرار بدن. یعنی با ایرانی هایی که این همه در طول سالها رفتن و سرمایه گذاری کردن، سرمایه گذاری ها متعدد کردن، یا جنس صادر میکنن یا جنس وارد میکنن، اینها با مشکلات بسیار دارن روبرو میشن فقط به خاطر شرایطی که جمهوری اسلامی به وجود آورده و این شرایط بحرانی رو که به وجود آورده و میخواد از بحرانهای منطقه‌ای به سود خودش استفاده بکنه. آقای خلیلی به چه خیلی زیبایی رسید بحث اون، به اینکه از دل یک تاریخ پرفراز و نشیب از روابط بین اعراب و مسلمانان، در حقیقت مسلمانان فاتح در بخشی از تاریخ با پیشینه تاریخی که بایستی اون رو زیر خروارها خاک پنهان می‌کردند، با تأثیراتی که خود این فرقه گرایی های اسلامی ایجاد کرد، می‌بینیم چگونه اینها به هم پیوند می‌خوره تا به امروز میرسه. اگه تو شرایط امروز جامعه نگاه کنیم، ببینید میخوام اینطوری بهتون بگم چه دلیلی داره که من پسر
مثلا 37-8 ساله، 40 ساله، دختر 25 ساله، 15 ساله، 17 ساله ایرانی تاوان نمیدونم علاقمندی های مذهبی شاه عباس صفوی رو بخوام پس بدم؟ یا به من چه ربطی داره که چه اتفاقی در لبنان داره الان میفته؟ چرا بایستی من ذهنم درگیر باشه، منافع مالیم درگیر باشه، منابعی که باید صرف رشد و توسعه کشور من بشه یا صرف تولید شغل و امنیت اقتصادی برای من بشه، چرا باید بره در جنوب لبنان سرمایه گذاری شه؟ تکلیف این نسل در مقابل سیاستمدارانشون، تکلیف این سیاستمداران در مقابل تاریخ که قطعا اونها رو به قضاوت خواهد نشست، تکلیف اینها چیه؟ ما یه جای خاصی از تاریخ قرار گرفتیم دیگه. میدونین میخوام چی بهتون بگم؟ در این لحظه نسل من چه گناهی کرده آقای خلیلی؟ بچه‌هایی که دهه 70 به دنیا اومدن، دهه 80 دارن به دنیا میاد، اینا چه گناهی کردن؟ الان به دهه 90 رسیدیم، امروز کودکانی که امروز در ایران به دنیا میان تاوان همین کارهایی که امروز جمهوری اسلامی کرده رو در سالهای بعد پس خواهند داد. اینها رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟ ببینید، باید قبول کنیم که یک ایدئولوژی رادیکال، یک ایدئولوژی که معتقد بود، یعنی خمینی آورده بود و میگفت که ما باید بست و گسترش بدیم ایدئولوژی رو، من رهبر مسلمانان جهانم، یعنی مسلمان چه شیعه چه سنی من رهبرشونم. این ایدئولوژی با نهایت ببخشید من اینجا میخوام بگم این رهبر خودخوانده است. بله، مثل همین خلیفه خودخوانده داعش، الان ولی امر مسلمین جهان علی خامنه ای، این ولی امر مسلمین خودخوانده است. ولی خامنه ای هم داره اینو به ذهن ایجاد میکنه در جامعه ایرانی، همینجوری دارن تبلیغ میکنن که رهبر مسلمانان جهانه. این رهبر مسلمانان جهان که واقعیت نداره. یعنی حد اکثرش این رهبر شیعیان، تازه اونم رهبر شیعیان، رهبر شیعیان ایران که حتما نیست چون قبولش ندارن مردم. رهبر مثلا شیعیان لبنان میتونه باشه که از دور دستی بر آتش دارن و کمک‌های مادی بی حد و حساب جمهوری اسلامی رو به در حقیقت این قوم و قبیله‌های شیعه‌ای که اونجا وجود دارن دارن میبینن. اتفاقا همین چند هفته پیش بود دیگه، دو سه هفته پیش بود که سفیر جمهوری اسلامی در لبنان اعلام کرد که هر فلسطینی چاقوکشی که به یک اسرائیلی حمله بکنه 7000 دلار، بله، مورد حمایت و اگر کشته بشه 7000 دلار به خانواده بازماندهش میدن. اگر خونه های این افراد طبق قوانینی که در اسرائیل وجود داره خراب بشه و خرابش بکنن، 30000 دلار هم برای یه بازسازی اون خونه ها پرداخت میکنن. 7000 دلار آقای خلیلی میشه 24.5 میلیون تومان پول، یعنی حقوق 2 سال. اگر به طور متوسط بگیم یک ایرانی الان در وضعیت خوب من در نظر میگیرم 1 میلیون تومان حقوقش باشه، یعنی 24 میلیون تومان میشه 2 سال حقوق یک شهروند ایرانی در ماه میدن به یک فلسطینی که بره مثلا کمربند انتحاری ببنده یا بره مثلا با سنگ بزنه شیشه اسرائیلی رو خرد کنه دیگه. این باور نکردنی آقای خلیلی. بله دیگه، این شرایطی که حاکم کرده. ولی من اتفاقا دلم میخواد یه نکته رو بگم و این خوبه که همه بدونن که صدام حسین هم قبل از اینکه سرنگون بشه همین کارها رو کرد. یعنی اومد گفت که با توجه به تحریمی که صدام حسین شده بود از طرف کشورهای غربی و سازمان ملل که همه جار میزدن که بچه های عراقی مورد تحریم واقع شدن به خاطر این شرایطی که سازمان ملل اعمال کرده، که اینو میگفتن ولی هیچ وقت اشاره نمی کردن که همین آقای صدام حسین در همین زمان تحریم ها، در همین زمان تحریم ها 25000 دلار برای کسانی که در انتفاضه شرکت کرده بودند و یا اینکه از همین کمربندهای انتحاری به خودشون بسته بودند و رفته بودند اسرائیلی‌ها رو به آتش کشیده بودند و منفجر کرده بودند، آقای صدام حسین به جای 7000 دلار 25000 دلار میداد. و توجه به این مثلا بکنید که 25000 دلار اون موقع، یعنی 20 سال پیش، 25 سال پیش به مراتب ارزش داشت، حداقل 2 برابر الان ارزش داشت، یعنی 6 7 برابر پول بیشتری از جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی همیشه همینه، کلن گدا صفته. نه، میخوام بگم که حتی از همپیمانان خودش هم درست حمایت نمیکنه. روشی که صدام حسین به کار میبست و روشی که جمهوری اسلامی به کار میبنده یکیه.
صدام حسین در شرایط بحرانی که یعنی این چیزهایی که در مورد بچه های دوران صدام حسین در عراق متولد شدن و اینا مورد تحریم واقع شده بودن، نفتشون رو نمیتونستن به این سادگی بفروشن و تحریم های سازمان ملل بود، همش صحبت از اینه که چقدر اینا سوء تغذیه شدن و درمان و دارو برای این بچه ها نبوده. چطور ممکنه که اینا به همون بچه ها امروز های خیلی در داعشن ها؟ بله، یعنی اینو فراموش نکنیم. بله، کسایی که امروز نیروهای آدمکش داعشن همون بچه هایی هستند که از سوء تغذیه، عدم درمان، فقر، فلاکت پولشون رو صدام داد به فلسطینی ها و اونها امروز داعش شده. یعنی همون بذری که او کاشت، بادی که او کاشت، این طوفان رو حالا درو میکنه. این هم فراموش نکنیم. آقای خلیلی، چند تا نکته هست، من میدونم فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نمونده، تنها 7 دقیقه، ولی میخوام این دو سه تا نکته رو بگم. بارها و بارها این جمله رو ما شنیدیم، در جمهوری اسلامی به شدت تبلیغ میشه، از نیل تا فرات خواسته صهیونیست ها داشتن اسرائیل بزرگه که از ساحل نیل تا ساحل فرات رو داره و اینا به خرمشهر ما چشم دارن، اینها خرمشهر رو بخشی از خاک اسرائیل میدونن. اگر حزب الله نبود، اگر مردم مقاومت نبودن، اگر فلسطینیان غیور نبودن، اسرائیلی‌ها تمام این منطقه رو میگرفتن و خرمشهر رو هم بخشی و پارتی از خاک اسرائیل میکردن. اساساً دولت جمهوری اسرائیل توسعه طلبی ارضی در ساختار قوانینش یا اهدافش یا ایدئولوژیش وجود داره؟ بله، اگر بیایم تاریخی نگاه بکنیم که حقیقت نداره، یعنی حدود و ثغور سرزمین یهود کاملا روشنه و روشن شده و به قول معروف باندریاش مشخصه. اینه که این حقیقت نداره. دومی که ما بایستی از تاریخ معاصر نگاه بکنیم، در تاریخ معاصر با اینکه اسرائیل دست بالا رو داره از لحاظ قدرت نظامی بر همه کشورهای همجوارش و میتونسته اینها رو شکست بده و بره همه اونجاها رو اشغال کنه و جزء کشور خودش قلمداد بکنه، میبینیم که همچی اتفاقی از سال 1948 تا الان نیفتاده. اینا به دروغه. همینه که ما میگیم مثلا صحرای سینا رو اسرائیلی ها اشغال کردن، گرفتن، ولی در برابر پیمان صلحی که با انور سادات بستن، صحرای سینا رو با اینکه دیولپ کرده بودن، توسعه داده بودن، چاهای نفت درش به وجود آورده بودن، کلیدش رو دادن به مصر که حق مصر بود، صحرای سینا رو بهشون پس دادن. بنابراین اگه قرار بود به توسعه طلبی ارضی بود، خب این اتفاق نمی افتاد. یعنی آقای خیلی، آخ ما یک دو مورد داریم که این دو مورد برای من جالبه. مثلا یکیش تپه های گولان در سوریه، یا اونجوری که گفته میشه بلندی های جولان در کشور سوریه است که اسرائیلی ها برای سالهای طولانی این منطقه رو در اختیار خودشون دارن، این منطقه رو اداره میکنن، یا بخش از جنوب خاک کشور لبنان برای بیش از 40 سال در اختیار اسرائیلی ها بود. این موارد رو چگونه ارزیابی میکنید؟ البته این به اون مفهومی که از نیل تا فرات واقعا اینطوری نیست، منم قبول دونه دارم دونه که باید جواب داد. یکی مسئله تپه های جولان یا گولانه. ببینید، اسرائیل طبق قطعنامه 242 شورای امنیت بعد از جنگ 67 قرار است که همه با هم دیگه صلح بکنن و در برابر صلح اسرائیل هم سرزمین‌هایی که گرفته پس بده. متاسفانه سوریه همیشه خودشو در حال جنگ با اسرائیل اعلام کرده و هرگز حاضر به ترک مخاصمه نکرده. یعنی قرارداد آتش بس امضا کرده ولی ترک مخاصمه نشده. حالا تا مازامی که ترک مخاصمه نشه، این بلندی های گولان خوب طبیعتاً هیچ کشوری که دنبال اینه که مواظب امنیت شهروندانش باشه حاضر نیست که یک تپه ای رو که مشرف بر شهرها و شهرهای خودش باشه که از اونجا موقعی که در وسط سوریه استفاده می‌شده از اونجا موشک پرانی بوده و خمپاره اندازی بوده، طبیعتا نمیتونه آزاد کنه تا موقعی که ترک مخاصمه کامل بین کشور اسرائیل و سوریه به وجود نیاد. سوریه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، اسرائیل سوریه رو به رسمیت و سفیر مبادله کنه. همچنان که در مصر ما بهترین نمونه اسرائیل با مصر و اسرائیل با اردنه. اگر کشورهایی ترک مخاصمه رو قبول بکنن، طبیعتاً چه اتفاقی میفته؟ صلح و آرامش برقرار میشه. بله، الان اسرائیل و اردن یه نمونه واقعا بارزشه دیگه. هیچ وقت اینها درگیری نداشتن، با اینکه در اردن بیش از 1.5 میلیون فلسطینی تبار زندگی میکنن، هرگز مشاهده هیچ تنشی بین اردن و
فلسطین نبوده. و جالب اینجاست که اردن در این مجموعه کشورهای اطراف اسرائیل از مجموعه کشورهایی بوده که هیچ وقت هم روابط خوبی با ایران نداشته و همین باعث شده که ثبات و صلح در مرزش با اسرائیل برقرار باشه. بله. اون وقت شما میبینید که یک صحبتی در مورد چیز هست، کرانه غربی رود اردن هست. من تا اونجایی که تاریخ داره میگه و تا اونجایی که مدارکی که در امریکا منتشر شده ما خوندیم، در دوران کلینتون، آقای کلینتون، نخست وزیر وقت اهود باراک حاضر شد 93% کلیه سرزمین های کرانه غربی رود اردن رو با یسار عرفات معامله بکنه. حتی در اون 7% هم معتقد بودن که این 7% رو اسرائیل به دلایل امنیتی نگه داره، به جاش 7% از خاک اسرائیل رو بدن و این کار رو تموم بکنن. ولی متاسفانه یاسر عرفات در آخرین لحظه حاضر به امضای این قرارداد نشد. یعنی در نتیجه خب البته حق داشته، منم اگر رهبر یه گروه جهادی بودم که میخواستم پول از دولت‌های دیگه بگیرم، استخون لای زخم نگه می‌داشتم که بتونم از این شرایط امرار معاش بکنم. البته اون موقع شاید بر همگان روشن نبود، ولی وقتی یاسر عرفات فوت کرد مشخص شد که در حساب‌های شخصیش، که من نمی‌دونم چرا باید در حساب شخصی یک رهبر عربی، یک رهبری که برای ملتش کار می‌کنه، 1 میلیارد دلار پول بود که همسر نازنینش این 1 میلیارد دلار رو برداشت و به ملت فلسطین که واقعاً نیاز داره که برای توسعه زندگی خودش این پول‌ها رو جهانیان بهش دادن که صرف توسعه، صرف بهبود زندگی فلسطینی ها بشه، ولی متاسفانه دریغ داده شد ازشون و خانم عرفات این پول ها رو برای خودش برداشت. به هر حال اینم نکته ایست که باید پاسخگو بود. حالا باید دید که در حساب حسن نصرالله ها و دیگر رهبران حزب الله چه پول های بزرگی نهفته است. آقای خیلی به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم، اگر بخوایم این جنبندی کلی داشته باشیم در مورد حزب الله لبنان، من میخوام سوالی که اول برنامه پرسیدم بار دیگه بپرسم، آیا شما حزب الله لبنان رو قده سرطانی در منطقه خاورمیانه میدونید؟ من معتقدم که ما نباید این حرف رو بزنیم. ما معتقدم که بایستی از دوستان اصلاح طلبی که در ایران، چه در داخل ایران هستن چه در خارج از ایران هستن، مثل آدمایی مثل محتشمی پور، که آقای محتشمی پور کسی است که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کسی است که اومده و حزب الله رو راه اندازی کرده، اونها باید بیان بگن که به ملت ایران باید پاسخگو باشن که این حزب الله چه منافعی برای ملت ایران داره و چه کرده است برای ملت ایران. و آقایان محتشمی پور و تمامی کسانی که در مجموعه اصلاح طلبان هستند و حزب الله رو پشتیبانی میکنن، چرا حزب الله یک قده سرطانی واقعی در منطقه است که به نفع نهایی ملت ایران و منافع ملی ایران نیست؟ من امیدوارم اینها بیان جوابگو بشن. ممنونم، امیدوارم که چنین باشه، اما من امید پاسخ از دوستان جمهوری اسلامی هیچ وقت ندارم. اونها فرا گرفتن که برای رأی و نظر مردم احترام قائل نباشن. سپاسگزارم از شما بیژن خیلی شما. عزیز که همراه ما بودید و شما عزیزان و گرامیان که بیننده این برنامه زیر تیغ سانسور بودید. وقت خوش، خدا نگهدار.